جان یک زندگی، هدیه ای از بنیاد کشه به تمام عزیزان. آقای مهران توکلی کشه، مؤسس بنیاد کشه، با عنوان یک فیزیکدان هسته‌ای ایرانی فناوری‌هایی را برای فضا توسعه دادند و از این فناوری‌ها برای بهبود زندگی مردم استفاده کردند. در زمینه‌های کشاورزی، سلامتی، انرژی، هوا فضا، محیط زیست و خانواده. با استفاده از این فناوری، فضانوردان در محیط فضا در مقابل تمام ویروس‌ها محافظت می‌شوند. با استفاده از این فناوری به شما به صورت بسیار ساده نشان خواهیم داد که چطور می‌توانیم در مقابل ویروس‌ها ایمن باشیم و از خودمان و عزیزانمان در مقابل ویروس ها محافظت کنیم. با ساخت این آب پلاسما که به سادگی تمام می توانید در محیط زندگی خود آن را تهیه کنید، در اینجا با همکاران به شما نشان خواهیم داد که با امکانات ساده‌ای که در هر جای امکان تهیه آن هست می توانید به راحتی زندگی خود و عزیزانتان را نجات دهید و یک فنجان یا یک لیوان از این پلاسما را هدیه کنید به تمام عزیزان خود. مواد اولیه جهت ساخت یک فنجان یک زندگی: سیم مسی از کابل‌های برق یا به صورت مفتول، فلز روی که میتونید این فلز رو از باتری تهیه کنید، بعدا به شما نشون میدیم که چجوری این رو از باتری جدا کنید، یک شعله پخش کن یا یک شعله گاز شما نیاز دارید، میتونید از شعله اجاق گاز منزل هم استفاده کنید، نمک طعام یا نمک خوراکی، شما میتونید از هر نوع نمکی که برای غذا استفاده میکنید اینجا استفاده کنید، یک لیتر آب قابل نوشیدن، یک ظرف مناسب برای گذاشتن سیم ها داخل این ظرف و درست کردن گنز پلاسما. برای تهیه سیم مسی شما میتونید از کابل‌های برق که در منزل دارین و همه جا از این کابل‌ها شما دسترسی دارین، این کابل‌ها رو میتونید جدا کنید و روکش اونها رو هم میتونید باید جدا کنید از سیم مسی. اینجا ما یک سیم مسی رشته‌ای داریم که از کاپ کاملا جدا شده، روکش اون هم جدا کردیم. از سیم‌های مفتول هم شما میتونید استفاده کنید، ضخامت این سیم‌ها اصلا مهم نیست، حتی اندازه اونها. اگر هم دسترسی به ورق مس دارین، از ورق مس هم میتونید استفاده کنید. برای تهیه روی شما از باتری‌های قلمی میتونید استفاده کنید. ما اینجا نمونه هاشون رو به شما نشون میدیم. باتری قلمی رو حتما با استفاده از یک آهنربا تست کنید. اگر که به آهنربا چسبید این قابل استفاده نیست. از